سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت دیگه از دث استرندینگ که در ادامه قسمت قبلی که اومدیم پیش هارتمن، اومدیم توی خونه هارتمن که از خفن‌ترین پلی استیشن ها. خیلی از بو داستان قسمت قبلی مهمه بچه‌ها، حتما نگاهش کنید. اما توی این قسمت خب ما وقتی اومدیم پیش هارتمن یه ماموریت گرفتیم که بایستی اینجا رو بس کنیم به یه وی استیشنی، یه دونه از همین اینایی که اینجاست ولی خب بدون از اون خفناش که آدم ها توی زندگی میکنن که قبلا نابود شده. حالا ما بعد اونجا رو درست کنیم، ولی قبل از که بتونیم اونجا رو درست کنیم توی این قسمت بعد بریم چند جای دیگر رو اول وست کنیم که برسیم به اونجا و بتونیم پرینت کنیم. پرینت سبودی Order for Sam اگه نگاه کنید یه دونه برای جیولوژیست داریم که یعنی زمین شناس، بعد یه دونم برای پیلیانتولوژیست داریم که یعنی دیرینه شناس، یعنی کسی که با بررسی فسیل ها و اینا کارش انجام میده. حالا یه معموله است بزنم یکی چیه، آنتی کایرالیوم مدیکیشن، داروی ضد کایرالیوم. بزنم چی میگه. خب زمین شناس ظاهرا اونجا داشته توی منطقه فسیل ها رو چیز میکرد. حالا جالبه، این داشته فسیل ها رو چک میکرده و اونجا فسیل از دوران دث استرندینگ های قدیمی پیدا کرده بوده، ولی خب تو همین کاری که داشته میکرده آلوده شده و حالا ما باید دارو رو بریم بهش که حالش خوب بشه. این 20 کیلوه، اینو انتخاب میکنیم. ببینیم بعدیش 80 کیلوه چیه برای اون دیرینه شناسه. خب این یکی پیلیانتولوژیست دیرینه شناسه، اینم داره یه جای کار میکنه، تحقیقات انجام میده که اون تحقیقاتش ظاهرا یه لایه از این غیر کایرالی اومده روشو پوشونده و خب ما میدونیم که آنتی متر کارش اینه که میره اون لایه رو میفرسته بینه برمیگره به دنیای خود بیتی یا به بیچشون دیگه. برای همین ما باید یه دونه آنتی متر بام ببریم، ولی خب این آنتی متر بامبا میدونید قضیهش چیه دیگه، وقت داری میبریش نباید زیاد تکون بخوری، اگه بخوری زمین منفجر میشه و همه چی نابود میشه. اما خب چون دو تا ماموریت رو میخوایم بگیریم دیگه، بعد بگیریم دیگه، الکی نمیخوام برم و بیامد و هارتمن. خب ترمال پد هم باید با خودمون ببریم که چون فضای سرد میخوایم بریم. اینو میدونم دیگه خودم، یه دونه بعد دو تا دونه فکر کنم بخریم، آره یا یه دونه. این باتریمون هم مصرف میکنه. خب قشنگ دو دونه از این ترمالا بستم رو بدنم که زود سردمون نشه. بعد این یارو چیزام کریرم به خودمون میبندیم. اینجا یادم با موتور بس که نمیشد رفت، یه مشکلی داشت یادم نمیاد. حالا دارم میذاریم پشت سرمون، با موتور میریم تا جایی که بشه بذار پشت سر، از هر جاش نشد دیگه اونو میذارم سر. فقط یادتون باشه این مرحله بچه‌ها حتما همه چیزاتون رو نو کنید، مثل اون چیزی که به پاتونه، مثل این مشتتون، این چی اسمش، خب هارتمن در رابطه با این دریاچه بهت گفته، در رابطه با اون حمله ای که زندگیش برای همیشه تغییر داد. همین داره داستان هارتمن رو میگه. But the 21 minutes he spent on the other side. اون 21 دقیقه ای که دنیای اون دنیا گذاشته دنیای اون طرف گذرونده تاثیر گذاشته روش و باعث شده که قدرت‌های دومش افزایش بده کنه و حالا اون میتونه هی بره به بیچ و دنبال خانواده‌اش بگره. ببخشید سم، تو این همه را اومدی که منو ببینی؟ من نتونستم باید خداحافظی کنم، بیهوش شد برای که اون بیرون حواست به خودت باشه. همونجور گفتم اینجا پر از خاطرات مرگ و انقراضه. میدونی قضیه چیه؟ میگه اینجا پر از فسیل و اینجور چیزاست که خب نشانه های دث استرندینگ دیگه، دث استرندینگ های قبلی. اینا رو بردارم، خدایش اینا میارزه. میگه 600 تا رو بکنم برای چی؟ ببین حالا این دستگاه داره کار میکنه، جلوی یخزدنمون رو میگیره. وای نه، بعد مراقب باشیم، آنتی متر مهم، اصلا حواسم نبود. برو بریم، قرمز شده یکم، تکون زیادی خورم، حواسم نبود. بکنم اصلا با موتور اینجا یادمه گند میشه تو همه چی. قشنگ موتور بزنم اینجا بس بچه آدم با اون چیزه وردو بریم که مشکل حل شه. هم یادم بود، اون دفعه هم یادم بود که با موتور نمیشه اینجا رو اومد. بهترین کار اینه که با هم پیاده بری، چون با موتور که میخوای بری همش چیز میشه، همش اون بذار برسم.
بله شروع شو. هیچ تفنگم نبرم به حول قوه الهی. برو برو بکره میاد ها. نفس تو بگیر، نفس تو بگیر. نفس تو بگیر بابا. برم کن نانتیا چیزی نرانده تو سورو بده. دهنم هم گرفته بودم و یه این چیزی بهمون کمک کردم با موتور بودم همه چی گوه شده بود توش. نفس تو نگه دار ببینم. کجا باید بریم؟ بزن ببینم. معلوم نیست کدوم گوری باید برم. این پایین است؟ چجوری اون پایین است؟ این پیلیانتولوژیست است. اونه اون مهمه. اون میخواد بریم اونجا اول. نمیدونم شاید بد نباشه ببینم اول پیچ اون یارو آنتی متر بمب رو بدیم. وای اینا قرمزن چرا؟ یکی جدیده. حالا حساب کن این سرد کننده ها رو نداشتم، این گرم کننده ها در واقع. نگاه کن الان نگاه کن اینجا نگاه میکنم ببینم اون چجوری مسیرش. نگاه کن میره میه اینجوری یه دفعه میره پایین 285 متر، اون برم 238 متر، اونجا نزدیکتره در واقع. اینجا الان این دوتا اگه دستم نبود یخ زده بودیم. اینا رو اصلا یادم نبود باور میکنی؟ خدافز خدافز رد شدیم. حالا اینجا خرکی میشه، اینجا اونجایی که باید دستگاه کار کنه من یخ نزنم. ببین اون چیز دستم بود نارنجکه داشت سرعت همون کم میکرد. حتما همه چیز تو آنکوب کنید دستتون خالی باشه بتونید سعی راه برید. بساتیه آه بزرگ بود. خب رسیدیم. چقدر چیز برای روبوتیکه یا رو روبوتیسته هست. بعد داریم میمیش بدیم این آلترین چیز همون سریع لیبل آب چه خدایی. جیالوجیست باستان شناس زمین شناس هم نه داره زمین شناس شده جو یعنی زمین.
لجیست یعنی جیولوجیست یعنی زمین شناس. خب یک کم معموله ها رسوندیم. سم بریجز؟ وای خدا رو شکر، خیلی نگران بودم که نتونیم به موقع برسی اینجا، ولی خب هیچ کاری نکردم جز نگرانی دیگه. آره میگه من همش این اواخر دارم همون چیزایی که شما دوم ها ازش زجر میکشین رو میبینم، مثل اینکه همش روزهای نمیدونم پایان دنیا رو میبینید و اینا تو ذهنتون. آره میگه من همش فکر میکردم که علت اون کابوس هایی که میبینم به خاطر خستگی، ولی نگو من آلوده شده بودم با کایرال. آره واقعا شانس آوردم که قبل از اینکه به مرحله خودکشی برسم فهمیدم این قضیه رو. مردن اینجا یه دونه گزینه نیست. تحقیقات من هنوز به تکامل نرسیدم. آره و این فقط زندگی من نیست که داری نجاتش میدی. واقعا مرسی که این دارا رو برام آوردی. مرسی. حالا بیدید اس به اومد آل کنیم. آره ما رو بس کن برو برید. این قسمت منطقه اینا رو بس میکنیم کلن و فکر کنم باز آره دیگه امروز یکی از قشنگترین قسمت ها رو احتمال امروز داریم. من دیگه چیزی نمونده دیگه، دو تا جا رو بس کنیم بعدیش دیگه میریم به سمت اجنال سیتی. کلامبینگ انکر لول 2 بهمون داد که چیزش طولانی تره و اینا مسیری که میتونیم باشیم طولانی تره. اه ببین اون چیز هاف لایف هم برام علامت گذاری کرده بودن، چقدر وقت ما نرفتیم دنبال چیزای هاف لایف و همینجوری من الان جز یو سی ای ام. الان به یه دریایی از تاریخچه یه چیزایی که تحقیق شده بود در رابطه با گذشته ها و دیرینه اینا چیزایی که تو زمین بوده به دست آوردم. آره میگه من اینجا یه دونه فسیل از بیچ پیدا کردم، ولی چه معنی میتونه داشته باشه این قضیه من نمیدونم، ولی یه فسیل از یه بیچی که قبلا اتفاق افتاده بوده توی این دنیا پیدا کرده بوده که میتونه خیلی حالا کارم آسون تر کنه. اگه بتونم ثابت کنم که اون واقعا فسیل یک بیچه. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million. آه میگه میتونی باور کنی که من یه لایه کایرال پیدا کردم که متعلق به 65.5 میلیون سال قبل، یعنی هم دوره دایناسورها. Evidence of an ancient death strata. نشانه های یک دث استرندینگ قدیمی. کوهن has existed on earth since long before the dawn of man. بله میگه این قضیه کایرال، ماده کایرال همیشه بر روی زمین بوده از دورانی که انسان به وجود اومده بوده، ولی ما فقط نمیدیدیمشون. This stratum is proof of that. و این تیکه از چیز از این فسیل یک لایه از زمین که فسیل شده و کایرال توش دیده میشه گواه همین قضیه است. Look at this, Sam. اینو نگاه کن. Do you see that black fissure there? اون لایه سیاه رو میبینی؟ ما معتقدیم که این دریافت هایی که ما داریم توی این نمونه برداریمون میکنیم که کایرال وجود داره در واقع همون لایه سیاهی که توی این چیز وجود داره، توی همین چیزی که زمین شناس پیدا کرده. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines. آره میگه خب در گذشته های بسیار دور زمین لرزا باعث شده که این زمین ها خب تکون بخورن و روی هم فرود بیان و اینجوری بشه، برای همین جدا شده. Producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. آره و میگه برای همین ما به این لایه هایی که میدونیم از نتیجه زمین لرزه به وجود اومدن میگیم فوسیل ارتکوئک، یعنی ارتکوئک هایی که یعنی چه میدونم چی میگن زمین زلزله هایی که فسیل شدن، نه چیزاشون نشونه هاشون فسیل شد دیگه مونده. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. و خب اگر همین قضیه رو بخوایم برای این چیزی که اینجا پیدا کردیم فرض بگیریم میتونیم بگیم فسیل بیچ، اگر اون نشانه های از زمین لرزه های گذشته هست بهش میگیم ارتکوئک
فسفاسیل ارسکوک، اینجا بهش میتونیم بگیم فاسیل بیچ، نشونه های از بیچ ها و دث استرندینگ هایی که قبلا اتفاق افتاده و کایرلیوم هایی که ازش باقی مونده. آره، و حضور کایرلیوم توی این لایه نمیتونه اتفاقی باشه. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous Paleogene extinction event. آره، و کاملا مشخصه که بیچ هایی در دوران کرتاسه و انقراضی که اون موقع اتفاق افتاده بوده، وجود داشته. And not just then. فقط اون موقع نبوده. آره، و حالا کارال نتورک به ما اطلاعاتی داده که میفهمیم که فقط هم این یه مورد نبوده، بقیه انقراض‌هایی هم که اتفاق افتاده بودن توی همون دوره کایرال ها و کایرال یا بیچ های وجود داشته، میزان کایرالش زیاد بوده. That would seem to indicate the big five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. نشون میده که تمام اون پنج انقراض بزرگ در واقع با یک بیچ همراه بودن. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. آره، و خب افزایش این کایرال نتورک به ما کمک کرده بتونیم بخش های مختلف زمین رو با هم مقایسه کنیم و هر دوره زمانی رو مشخص کنیم که دقیقاً کایرالش افزایش پیدا کرده. You furthered our individual research projects and ensure that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that. آره، میگه تو کاری که کردی کمک میکنه به ما که حالا خیلی چیزایی که برامون سوال بوده به دست بیاریم و به زودی بسیاری از اطلاعاتی که قبلا ها از این قضیه دث استرندینگ داشتیم رو باز دوباره جمع کنیم. But this is only the beginning. تازه شروع کاره. See this through some and there's no telling what we might learn. آره، این کارا رو تموم کنیم باوردم کن چه چیزایی گیر میاریم. Good work. New order available. خب اوردر برای کجا؟ استاندارد اوردر برای روبوتیسته، برای ماونتن نات سیتیه، برای هارتمن. خب ببین چند تا معمول گرفتم. یه دو دوبله میخوایم بریم این بار. مراقب باشیم این آنتی متر بامبه حساسه. البته که از پسش برمیام عزیزم، فقط بعد یه شارج بکنیم. وای نگاه کن اصلا جای پامون چطور تو برفا میمونه. یکم بایست این زیر تا یکم درست شد چیزا. آنتی متر بامبه بکنم درست شد. حتی یه صدمه اونجا دید متاسفانه. خب حالا ببینم کجا باید بریم. اینجاست. آره نبر هاید میزنم. خب یه بار دیگه بزنم. این یارو چیزیشو بهم نشون. نگاه کن یه کم میریم بالا بعد یه شیب پایینه. نگاه کن بغل این چیزه میبینی؟ همیشه بهتون نشون میده که مسیرتون چجوریه. یه کم میریم بالا همین تیکه هست دیگه. بریم اونجا دم اون شارژه. بریم شارژ هم بکنم من. من اصلا بار اول از این دستگاه خیلی اسپار نمیکرد. من از هم چیز به درد نخوره بود. ولی در واقع یکی از به درد بخورترین چیزهای ممکن همینه. میتونی تو در راه تو میری اون چیزم پشت سرت بار سنگینم داره پشت سرت میاد. بذار برای این لایک بزنیم جای خوبی برامون سوزه باشه. جوره سورتی در این حالت لایک تو عمرتون دیدین میخوام براتون بدم 1000 تا لایک. 690 تا. خب شارژ شدی. ببین چقدر کایرلیوم داره. ببین از همینجا بریم پایین. امیدوارم بدون هیچ مشکلی بتونیم بریم پایین. من هم میتونستم اونا رو بزنم رو پشتم اینجا لیز بخورم با کله برم اون پایین. خیلی شیبش زیاده. یه موسیقی بزن برامون. به اینجا معلومه بیتی ها اینجا هستن. اون سیاه ها میدونه اونا بیتیه. بزن اینا بخورم. دو منطقه بیتی هاست. بعد جوری هم بیتیه.
بذار اینجا نگاه کنم چه شکلیه مسیرمون. نه نیز بخوری بزن ببینم. نه بعد آروم بریم، بعد خیلی آروم بریم. لیز بخورم رفتیم، بم منفجر میشه. این شارژ پرشه تو چی خراب شد؟ کانتینرش دمیج دید، منم اسپری ندارم. لعنت به این شانس. آروم امیر، امیر آروم. برای چی؟ پی سی سی دارم میدونه؟ پی سی سی خراب شد. آره آره خب بنداز لعنتی رو پایین. این یکی هم بنداز. اسپری همراه من هست؟ هیچی همراه نیست پسر، اصلا حواسم به این موضوع. این هم آدم آقای دترندینگ یادش نمیاد که باید همه چی رو آماده بیاره. این زمین وای اینا داره خراب میشه. اوه موسیقی جدید. نه اینو شنیده بودم ولی خب جدید بازم. چی خراب شو؟ قسمت صبر لازم داره، همه چی داره خراب میشه. برو جون و مادرت، برو برو. محموله هم خیلی زیاده، نمیخوام خراب شه. ای خدا بخواد رسیدیم، ای خدا بخواد خراب نشه. ای خدا بخواد رسیدیم به یه جایی که فقط محموله باراش چی میگن این روهاش فقط خراب شد. اوف خیلی ترسیدم، گفتم الان میگه آنتیمتر خراب شد. آنتیمتر رو آوردم اینجا. اوف میک دلیوری، فقط آنتیمتر برای اینجاست. حالا اینجا درست که بشه میبرم این سیر چتره درستش کنم. واقعا ممنون رفیق، مرسی. بلات تاله میتونیم اینجا رو بکنیم به خاطر این بمبه که آوردی. اس بده تو رو خدا، اس ای میده چون ضربه خورد بکنم. بی ای تو رو خب اینجا رو هم وصل میکنیم.
نه از این خب اکسیژن ماسک برای جایی که آلودگی داره میتونی اکسیژن ماسک بزنی با حمایت گرنینگ لول 2. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favorite. خب یه درخواستی ازت دارم برای انجام بدی. آره میگه که از بارکشای ما تو راه که داشت اومده اینجا یه چیز خیلی با ارزش رو تو راه انداخته. It's a 200 million year old ammonite which looks, he says, almost as if it were still alive. وای میگه یه امونایتی بوده که یه نوع موجودیه که 2 میلیون سال نه 200 میلیون سال عمر داشته و وقتی دیدتش این فسیله رو انگار که اصلا زنده بوده فسیله. میگه خب میگه زیر یه دونه از این لایه های که زیر مواد مذاب گیر افتاده بوده پیداش کرده بوده و سالم مونده بوده. میگه حالا این نصف قضیه است. نصف مهمترش اینه که این چیزه این موجوده امانایت بگم یه نوع سخت پوستی باشه چیز داره بند ناف داشته. Color me skeptical, but a specimen merits study. And I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. آره میگه بهم بگو بعد آدم چیزی هم منفی نگری هم ولی خب من بایستی واقعا روش چیز کنم مگر نه یک کسی دیگه روش کار میکنه میزنه خرابش میکنه. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. آره برای همین ازش خواستم که چیزه رو سنگه رو کلن بکنه بعد رو بیاره برای من اینجا تو ببینمش. می‌خواستم مقایسهش کنم با موجودات جدید دیگه ببینم آیا توی این منطقه همچین موجودی میتونست وجود داشته باشه اصلا یا نه. Which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole ship. من متأسفانه کل محموله را دست داده. Good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical. ما حتی نکرده بزنه که کدوم یکی از محموله‌هاش اون اصل کاریه بودی که بند ناف داشته. اون نمونه‌ای که بند ناف داره. The cargo was supposedly lost in the area to the south. یه جایی تو همین جنوب شرقی اینجا. جنوب غربی. اونجا یه جای سمیه. خب یه جای سمیه که واسه با این دستگاه اکسیژن بری اونجا. You could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide oxygen mask and to be safe. You can pick it up when that fossil could represent an apical discovery. آره میگه این فسیلی که داره میگه مال یه موجود مال 200 میلیون سال قبله میتونه یکی از کشفیات بزرگ ما باشه. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction. آره میگه و خب این که میگه 200 میلیون سال پیش عمرش بوده این فسیله نشون میده که مال دوره تریاسیک بوده یه چیزی میگن یه دوره هست تریاسه یا همین چیزه تریاسه فکر کنم بود و خب ما الان اون قبلیه رو فهمیدیم که اکستینکشن چی بود از اون زمین شناسه فهمیدیم یکی از دوره‌های بزرگی که اتفاق افتاده کایرالش زیاد بشه حالا اینم تریاسه است مال 200 میلیون سال قبل اینم اگه مشخص کنه دیگه واقعا ثابت میشه که کاملا دد استرندینگ یعنی اکستینکشن یعنی انقراض یکی از اون پنج انقراض بزرگ We must recover that cargo. باید هر چه سریعتر اون محموله رو دست بیاریم. و چیز اطلاعات خیلی مهمی میتونه برامون به وجود بیاره با دد استرندینگ. ما خیلی نزدیکیم. ما خیلی نزدیکیم که طبیعت اصلی این دد استرندینگ رو بفهمیم. عجله کن سم. خب خوشبختانه محموله هامون هیچ صدمه نیده. اینجا یه دونه PCC 2 برم داریم. از جا بریم بیرون. کجاست چیزش؟ شما بیا. چرا نباید اینجا هیچ چیزی باشه؟ هیچ کس اینو عقلش نرسه اینو خب حالا بیام اینجا آها خب تعمیر کن آها حالا خب الان همش تعمیر میشه به به چرا کامل تعمیر نشدی؟ حالا خودم نمیتونم لایک بزنم حالا چیکار کنیم به نظرتون؟ اینا رو بذاریمشون یعنی تو پرایوت روممون آها بیشتر تعمیرش کن همه این چیزاش ازش بگیر آها حالا نو شد این موقع نو نشد بار اول که زدم بعد دو بار بهش میکنم خب ببین یه کاری میکنیم اینا رو میتونیم بذاریمش تو پرایوت لاکرمون بریم این معاملات رو انجامش بدیم
بعد بیاییم برداریم برگردیم بریم برسونیم. واه این دیافه همون چی شد؟ فقط در اولین فرصت یک عدد شارژر نیاز داریم ما. کجا بریم؟ نه اینجا نه، این پایینه بود دیگه، من یادمه. اه نگاه کن چی گذاشته، میگه این پایینه نبود. آره میگم هم اینجاست. نشا خب اینجا یک کسی گفته بزن پس کلش که معنیش چیه نمی کنم واقعا. اوکی بزن بریم یه جایی که مستقیم بیایم بالا دیگه. اینجا نفر گذاشته همش کرد سیمت به اونجا میرسه. آره میرسه خیلی بیشتر. برو پایین چه میره بالا. خب اینجا الان ماسکو زدم دیگه، ولی اون زرده اگه تموم بشه فرق به حالش نمیکنه. قشنگ سیمت بودا، بکن یه جایی زده بود قشنگ سیمت. آتیمون هم داره تموم میشه و از سریع بگیریم بریم بالا. همه رو برداشتم. آره برو بگی بریم بالا، نگو که نمیگیرمش، بگیرش. اینو بگیر. آها برو بالا. زود باش زود باش زود باش زود باش. وای تو رو خدا، بیهوش نشی ها. بابا دیگه تو اومدم بیرون از تو آلودگی ها. اوه اوه خدا بگم چی کارت نکنن. حالا این لعنتی با آتیش تموم شده. حالا بلاگانه رو بردار. خب وایسا وایسا برای که کارمون آسون تر بشه راحت راه بره. آره درستش همینه. حالا اتچ آن راحت تر راه میره. خوب رفتیم اینجاشو. ببین مثلا الان یک چیزای جدید بازی اینه. خب تو نسخه قبلی این نبود دیگه. میدونه مسرگان هم اونجا افتاده، ولی به مسرگان نیاز ندارم. پاکسازی انجام بده. آها برو بریم هیلیانتولوژیست. یه نفر توش زندگی میکنه فقط؟ اینجا فقط یه نفر زندگی میکنه. چه بیمعنی؟ این همه بساط برای یه نفر؟ یه داره اسم اشتی؟ احسنت. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bone umbilical cord attached. No, yeah, I mean ammonite in us. You know, umbilical cord داشته مسکی. وای.
I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman. آره من یه سری عکسای همین الان برای هارتمن فرستادم که بتونه دریافتشون کنه ببینه چیه قضیه. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar. میگه و به طور جالبی در اطراف این فسیله داریم نشانهایی از حضور اون تار کایرال رو میبینیم. Which lines up with one of his theories. با یک از تئوری‌های هارتمن میخونه. I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine. آره میگه میدونم که همین الان این چیزا رو برای من آورد نمونه رو ولی می‌خواستم ازت که ممنون میشم اگه ببرش پیش یکی از همکارای من یه اِو دِو بیولوژیست یا یک زیست شناسی که بر اساس تکامل و اینا کارشو انجام میده یعنی تکامل شناسه یه جورایی Lately she's taken an interest in the tar and I think she'd be eager to examine this particular specimen. آره میگه اون این اواخر خیلی علاقمند شده به این قضیه این قیر کایرال و شاید علاقه داشته باشه این نمونه رو بررسی کنه. It's quite remarkable. واقعاً شگفت انگیزه. این به لطف تو بود که این کارو کردی. She has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. آره میگه و بخوام اینجوری دقیق‌تر برات بگم اینه که کاری که اون زنه داره انجام میده اینه که تأثیر این قیر کایرال بر روی افزایش ساخته شدن بعضی از ارگانیسم‌ها یعنی بعضی از موجودات زنده توی این تار اصلا کار می‌افتن به کار می‌افتن. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter. آه یه دستگاهی هم هست که تار کلکتوره تار جمع کنه نزدیک همین شلتر این زنه است برو ازش بگیر and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. آره میگه اون خودش نمیتونه بره خیلی براش خطرناکه پس بد نیست که تو بری این کمکش بکنی. By aiding her research, we may yet inch closer آره اگه بهش کمک کنیم به تحقیقاتش یک قدم دیگه به دت استرندینگ نزدیکم به فهمیدنش. یه تا الان خیلی اطلاعات زیادی به دست آوردیم و کمک ادامه دار تو میتونه چیزهای بیشتری به اون برسونه. اوردر این یکی 37 کیلوه. باید برم اونجا یه چیزی بردارم ببرم بدم به ابو دبو بیولوژیست. خب محمولمون درست کردیم. پامون هم به جای اون آل ترین اسکلتونه یه دونه سرعتی گذاشتم. حالا ما باید بریم اینجا دیگه درسته. آره باید بریم اینجا تو منطقه بیتیا. ای بابا خوبه بیتیگان برداشتم. بیتیگان حتما بردارید. بولاگان حتما بردارید. الان نگاه کن این بولاگان همه. این آنتی بیتیگان همه. بولاگان کوش. بولاگان رو بکنم بولاگان توی این چیزه هست. بذار مطمئنشم. اینا این بولاگان اینجاست. اینو میذاریمش پشتمون که بتونم ورش دارم سریع. خب کجا بریم؟ بریم پشت اون کوه. حالا همین عوض کردیم شد آل ترینه دوباره. بکنم بعد دو همون قبلیه رو بکنم پام. این راه بهتری نبود ما بریم نخواهم از این کوها بریم. جاشون رو عوض کردیم. حالا ما کنم سریع تر راه میره. به 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 دمش گرم اون کسی که اینو گوشته اینجا. دمش گرم اون کسی که اینو گوشته اینجا. واقعا کمک بزرگی به من کردی. بله عشان حالا برو بریم. حالا برو بریم بیتی سیخی چند. نه این چه کاری بود؟ چرا پریدی پایین؟ خواستم این زودی برو. الان میرم زیر اون بایم سب کانتینرش درست شد محفظش صدمه دید. حالا هیچی. از اونجا باید بریم.
شروع شد. برو از همین ربار درست. خب رسیم به نقاط سرسبز و حالا منطقه خفن رسیدیم. اینجا منطقه فوق خفن بچه ها، یه منطقه آتش بشانی Old Volcano Observatory. بله ببین کجا آوردم اتون صحنه است. اینو بزن محموله رو پیدا کن. بله حالا بدبختی من پشتم کیپ تا کیپ پره. لیتیوم هستن مشکل متاسفانه. بله قشنگ تمام محمولا خالی میشه روی اون ویکل سوار نشو. چی شد الان دقیقا؟ الان چی شد؟ اونو بردار اتج اسپید اسکلتون هم به خودم وز کنم که اگه اومدن بتونم بدو هم. توفنگ بولاگان بولاگان الان چه نیست؟ توفنگی نیست بولاگان کوش. خب قرار یادم نبود. این قرار یادم نبود. از 20 تا که بیشتر نیستی لعنتیا. بذار ببینم یک دیگه. این کارا رو اصلا یه هم نبود. این کارا رو میتونی کنی چیزش هم برمیدارم بدون نیاز به درگیری. الان کل یا خدا این گنده ها من میترسم. من اینا رو تا حال نهیده بودم. نمیخوام ببریم اونا رو. هیچ کارش نمیشه کرد. اونا رو فقط با کشی. اونا ترکیبیه. بریم اونا رو برداریم بعد از همون بر بریم بیرون. او نه 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 نه, نه من از این میترسم. وای پس اصلا من این گنده ها توش نبود. جدید اینا خیلی ترسناکه اینا. یا خدا دوتا دوتا بهش بس شو دیگه. لعنتی بچه لعنتی همیشه گوه میزنه تو همه کارهای ما. بچه لعنتی همیشه گوه میزنه تو کارهای ما. Yeah.
بچه لعنتی همیشه. بچه لعنتی همیشه گوه میزنه تو کار ما. برش تا دیگه تا به اون صدمه نخوره. خب بارا رو خالی کنیم به اون. اصلا بچه پسر رو اعصاب خداییش. بچه کوچیکا من داری چی کار میکنی؟ اینو بردار اسپری رو بنذار دیگه دستت بزن به این تا بعض خرابتر از این نشده. خب بندازش. حالا دوباره بلاگانو بردار. ببینم کجا بریم الان. یه محموله برای جانک دیلر بی پدر اینجاست. اون چه اونجا مونده من بر نداشتم. خودم گوریه این بچه. الان دوباره این بچه بی پدره. بایستا نشونش نمیده نمیبینمش. نه بچه نیست بچه نیست بچه نیست. قبل پست این گنده ها نخوریم. به هر کی میخواد بخوریم بخوریم جز گنده ها. دهنتو بگیر دهنتو بگیر. اینو بردار بریم. و چقدر این گنده هاش وحشتناکه. همون جایی که اومدیم بعد بریم. چطور ممکنه که من یه دونه رو اونجا جا گذاشتم؟ یعنی داری به من میگی؟ برو برو یکیش پشت سرمونه. همه رو برشتم تو رو قرآن. میرونم تو خودم بابا. این داره کار من خراب بکنه فکر کنم. این گنده رو میتونه این نگه داره. Thank you.
تموم نمیشن اینجا چه خبره؟ حالا حساب کن من باورم کنم اون دب که خودم باز کنم این چیزها رو بلد نبودم، اصلا این کارا نمیکردم. حالا کجا باید بریم؟ بزن آی خدا بخواد بکنم قضیه حله. دست گونده یه عالم محموله برای این پیلیانتولوژیسته برداشتم الان میرم بهش بدم کلی درجهش میره بالا. خودم ماکس اکسیژن بهتر به اون بوده دیگه چی به اون بوده بوده برای انجینیر هم بدونه اینجا هست و اینجا حله دیگه اینجا برو بالا. بسید چقدر ولی از اینا گیر آوردیم عالی رفتیم عالی بود هم کلی از این چیزها دست آوردیم کایرالیوما. خب حالا اینجا یه چیزی داشت که بچه بعدش خرابه. خب میخوام یه حالی به بچه بدم دقیقا همینجاست. اینو نمیخوام اونش کنم من انجینیر نمیخوام انجینیر دیگه به در منه. اینجا بعد که بچه داغون شد نمیجا دقیقا به پتوش آه بعد بایست داری اینو باید جدا کنم. دیتچ دیتچ چرا نمیتونه همون کنه؟ حالا خش خش بچه داغون شد خاموش شده بچه هستن بگو جرقه میزنه آبه به به واقعا سخت بود. حالا حال میده بچه داغون شد بدبخت حتی چیزمون هم شارژ میشه باتریمون هم شارژ میشه باتری الکتریسیته که داره. نگاه کنم تو اول شخص هم بچه رو نگاه کنه بچه خیلی وضعش خرابه چرا خوب نمیشه اصلا این بچه باید ببریمش با این کارا خوب نمیشه این وضعش خرابتر از این چیز هاست. باید ببرمش تو مرکز اونجا حالشو خوب کنیم. اینه حساب کنیم اینقدر بدبخت باشی که تو این وضعیتی بیا اینجا سندل برداری بکنی پاد دیگه اینجا بلایی سرد اومده باشه اون تیکه کفشت تموم شده باشه دو رفت تو برد همه این چیزه نجاتم داره خدایش این کریر فلوتینگ underratede من اصلا تو قسمت اول میگم اصلا استفاده نمیکردم ازش بعد همش سختی میکشیدم هر جا میرفتم بعد تعادل حفظ میکردم دارن سه سود بدنم آزاده اون داره میره دیگه. هرشی بریم Evo Devo Biologist یعنی زیست شناسی که Evo از کلمه Evolution میاد Devo هم یعنی Devolution دیگه حتماً یعنی اون زیست شناسی که هم مواد موارده که بهش میرسونن رو از بعد تکاملی بررسی میکنه که از چی به چی رسیده هم از بعد Devolution یعنی اینکه خب حالا این موجوده رو Devolutionش کنیم ببینیم به کجا میرسه زیر اس نامردیه در تصدیق قرار گرفتم سم آدم های زیادی نیستن که بتونن جرات کنن این کاری که من کاری که تو کردی رو انجام بدن. بله بابا برو برو اس رو بده رد کن بیاد برو بریم وستش کنیم. این هم یه قسمت دیگه اش از
مپمون. این چی بهمون میده به نظرتون؟ گرید لانچر جدیده یا بوت؟ بوت. Thank you. ممنون. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Strand. آره زحمت کشیدی. خب این خودمون هم میدونستیم. میگه نیاز نیست بکنم بگم، ولی خب من مطمئنم که این غیره یه ربطی به بی تی ها و دث رانینگ داره، میدونم. هرچی نباشه بعد از تایم، بعد از دث رانینگ بوده که تایم فال و این غیره به وجود اومدن. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. آره میگه و چنین تغییری در طبیعت باعث میشه که اون ارگانیزم یا موجود زنده‌ای که نتونه خودش رو وفق بده با این شرایط جدید منقرض بشه. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. آره میگه ولی اونایی که میتونن خودشون رو وفق بدن با شرایط جدید یه ویژگی توی دی ان ای شون دارن به اسم انهانسرها یا تقویت کننده ها که یه بخشی از دی ان ای شونه. اون چی میگن؟ میگن یه چیزی میگن ها، میگن بانک ژنتیک، اون چیزی که یک هر موجودی مشخص میکنه دی ان ایش که چی باید باشه. میگه اون موجودات زنده میمونن که این انهانسر رو داشته باشن توی دی ان ایشون. آره و دقیقا همین فاکتورهای ژنتیکی که انهانسر هستن و باعث وفق پذیری اون موجود هستن کلید تکاملن. یعنی اون موجودی که میتونه چیز کنه، باقی بمونه، زنده میمونه، تولید مثل میکنه و تکامل اتفاق میفته. تکامل ها چه چیزی نیست که مثلا شما مثلا یه چه میدونم یه آدمی بوده، میمون ها هم بودن، بعد مثلا وسط اون میمون ها یه آدمی مثلا در اون، نه یه میمونی بوده خب که آدمه، یعنی که اون ژن تو دی ان ایش اون ژنی بوده که میتونسته با شرایط جدیدی که ما نمیدونیم چی بوده دیگه وفق پیدا کنه و زنده بمونه و تولید مثل کنه و در طول زمان اون ژن اونی که تونسته وف پیدا کنه ادامه پیدا کرده. یه چیزی نیست که مثلا بگی آره شد انسان، نه میلیون ها سال طول میکشه. But there are genes which have the opposite effect. Those which disadvantage organisms. ولی ژن هایی هستن توی این دی ان ای که تاثیر مطمخ چیز دارن، برعکس دارن، یعنی برای وف پیدا کردن ندارن، در واقع باعث میشن که اون ارگانیسم موجود زنده نتونه وف پیدا کنه. Extinction factors, as they have been called. که بهشون میگن extinction factors یا فاکتورهای انقراض. These are the seeds of advancement and obsolescence. آره میگه اینا علاوه بر این که دانه های پیشرفت هستن، دانه های نابودی هم هستن. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. آره میگه چنین فاکتورهای انقراضی در ممکنه در همه ما وجود داشته باشه، ولی انتخابی که منتظره که یه دفعه رو کنه خودش، یعنی یه چیزیه، یه ویژگی توی دی ان ای ما که این ویژگی مثلا چه میدونم، مثلا بخوام براتون مثال بزنم که بفهمید، مثلا یه بیماری ژنتیک بسیار خرکیه که میتونه با یه تغییر کوچولو تو دی ان ای ما انسان ها به وجود بیاد، خب منتظره، ولی اون اتفاق هنوز نیفتاده، هنوز اون تغییر اتفاق نیفتاده، به محضی که اتفاق بیفته و نابودمون میکنه، هممون نابود میشیم. For every being since the advent of life itself. دقیقا مثل همین قضیه چیز دیگه، مثل میگه برای همه موجوداتی که تا الان وجود داشتن این قضیه وجود داره. دقیقا مثل همین کرونا، شما نگاه کن کرونا 200 مدل داره، هی وفق پیدا میکنه با شرایط جدید، هی با محیط های جدید، یعنی هی میان هی اینا واکسن جدید میسازن بعد یه نوع جدید ترش میاد، برای که هی میره تو بدن های مختلف، تو اون بدنه مثلا میبینه آقا این بدنه من نمیتونم نابودش کنم، اون ویروسه کارش نابود کردن اون چیزی که نابود میکنه، خب اما هی وارد بدنه میشه نمیتونه، زورش نمیرسه اون کارو بکنه، اونایش که زورشون نمیرسه توسط آنتی بادی های بدن ما به طور طبیعی از بین میرن، اونایی که زورشون میرسه، یعنی اونی که وفق پیدا میکنه میگه اوکی بدنت قویه
وقف پیدا میکنم. اونی که وقف پیدا میکنه و آنتیبادی بدن ما نمیتونه بکشتش، واریانت همین الان مثلا این روزا، حالا شما شاید یه روزی خیلی وقت بعد خدا کنم که اصلا این دوران گذشته باشه، ولی دارم الان مثال میذارم، این که این واریانت دلتایی که اومده میگن خیلی قوی تره، در واقع یک دونه از ویروس های بوده که دی ان ای اش وقف پیدا کرده بوده با آنتیبادی بدن ما و گفته نه من قوی ترم و تونسته آنتیبادی ها رو بکشه و چیز کنه، تکثیر پیدا کنه. تکثیر که پیدا کرد، بعد من انسانی که ویروس کرونا چیز دارم، ویروس کرونا جهش یافته دارم، دلتا دارم، میرم منتقلش میکنم به یه آدم دیگه، دیگه تو بدن اون یکی دیگه قرار نیست تکامل پیدا کنه، نه تو بدن اون یکی دلتا منتقل میشه، اونی که وفق پیدا کرده که با حتی سیستم های ایمنی بسیار قوی تر رو هم استاپ کنه و آف کنه و این بساط رو در بیاره سر ماهی انسان ها. در واقع ویروس کرونا یک اکستینکشن فاکتور میتونه باشه، یعنی ما اگر علم پزشکی نبود منقرض میشدیم ما انسان ها. بدون تعارف دارم بهتون میگم یه چیزی خیلی ترسناکه بچه ها، ما انسان ها فکر میکنیم که هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، هیچ چیزی. به راحتی ویروس که از یه آزمایشگاه چین اومد به هر دلیلی، ببین چی کارمون کرد، ببین تو یک سال چی کارمون کرد، و اگه علم نبود، اگر علم نبود ببینید چه برایی به سرمون میمد، و این واکسن ها اگه نبود. آره، و احتمالاً در عمق این گیره اون نشانه هایی که ما دنبالش هستیم پیدا میشه، این که نشانه های تصمیمات ژنتیکی گرفته شده و رسونده ما رو به این سمتی که الان هستیم، به این مرحله ای از دسترانی، یعنی ما بعد بریم اون گیره رو بررسیش کنیم ببینیم اوکی چه جاهای پیچش هایی توی این ژنتیک اتفاق افتاده که حالا ما امروز اینجاییم. آره، ولی خب به لطف تو حالا من میتونم این گیره رو بهتر بررسیش کنم، من نشونهاش بعدم بهت میگم. کارت خوب بود سم، تو تحقیقاتمون رو بسیار جلوتر بردی، انقدر زیاد که باورت نمیشه. مرسی که بدن ماما رو هم برای من آوردی. حالا که گفتم یه بررسی اون بند ناف ماما هم خیلی جلو خوب داره جلو میره. Would you mind returning to my lab? برگردیم ایول، حالا اون معمولا رو منو میبریم. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. آره، یه سری چیزا رو ببریم برای اینکه اون وی استیشن رو بازسازی کنیم. خب دیگه برگشت به اونو میذاریم برای قسمت بعدی. این قسمت به نظرم به اندازه کافی، فقط ببینم اینجا پرایوت روم ببینیم توش بخوابیم. چرا پرایوت روم نمیدی به من؟ لعنتی، من داغونم. به هر حال مرد تماش کردین، امیدوارم لذت برده باشید و تا قسمت بعدی دیت استرندینگ خدافظ.